ای منهای 1 داریم نداریم آیا کلکتور بر حسب وی بی ای داریم اون رابطه دیوده، اون بتا برابر جریان بیسه، ولی ما داریم توی در واقع چون ترانزیستور تو ناحیه اکتیو داریم می‌نویسیم، مفروض اینه که اون مثلا فوروارد بایاسه و به حد خوبی هم روشنه. آها یعنی اونها صرف نظر میکنیم ولی آره داریم. آره ولی همون رابطه است، دقیقا آها رابطه دیوده، هیچ فرقی نداره. خب خیلی ممنون. خواهش. خب اگه سوالی نیست من حالا کویزا رو حل کنم. فکر کنم کویز اول، حالا من به ترتیبه که حالا رندوم اونجا اومده، ولی این داره ضبط میکنم. اینجوری بود که یه دیود P پلاس N داریم، توی بایاس معکوس جریان چیه؟ تو بایاس معکوس کلا گفته بودم که جریان حامل های اقلیت به دریفت حرکت میکنه، یعنی مثلا اگر حالا مثلا بایاس معکوس داشته باشیم اینجوریه که مثلا فرض کن این طرف اول بدون بایاس رو میکشم، اگه ساختار بدون بایاس داشته باشیم اینجوریه، مثلا این سمت N این سمت P. حالا وقتی P پلاس N یعنی این مثلا دیگه این خیلی چسبیده بگیم، مثلا اینجوریه، این شکلی. حالا وقتی بایاس معکوس میذاریم یعنی ولتاژ سمت P رو منفی تر نسبت به این کردیم، اگه این کار بکنیم یعنی ولتاژ این ور رو بردیم بالا و یعنی که این سدی که سر رایناست بزرگتر میشه، یعنی به این معنیه که مثلا تراز این اینجاست، تراز این اینجاست و اینجوری. من اشتباه نوشتم، این سمت پیه این سمت انه، نقاشیم اشتباه کشتم. خب اگه پی پلاس باشه یعنی این چسبیده اینجا، اگه ان باشه یعنی این شکلی. خب حالا درست شد، پی پلاس هم یعنی اینجوریه، حالا خود اصل نقاشی خیلی مهم نیست، یعنی اینجوری شد، پی میم بره ان میم بره. حالا ولتاژ سمت پی نه منفی تر نسبت به این، یعنی تراز فرمی این بنزه همین ولتاژ منفی اومده بالاتر نسبت به این. حالا حامل های اکثریت این سمت، حالا تعدادشون زیاده و حامل های اکثریت این ور که باش این میشه حفره ها، و حامل های اکثریت این ور که میشن الکترون ها، اینا هیچ کدوم انرژی کافی برای که از صد رد بشن ندارن، تقریبا اینا هیچ حرکتی نمیتونن بکنن، اینا هم بنا به دیفیوژن دوست داشتن برن میبرن. اینجا زیادن برن اون طرفی که کمن، اینا هیچ حرکتی نمیکنن. این تعداد مثلا حفره های این ور 10 به توان 18 است، تعداد الکتروناش میشه 10 به توان 2، خیلی خیلی کمه. مثلا اینجا تعداد الکتروناش فرض کنیم مثلا 10 به توان مثلا 13 بوده، تعداد حفره هاش میشه 10 به توان مثلا 7. خب حفره ها دوست دارن سطح شیب دار میبینن برن بالا، الکترون ها دوست دارن لیز بخورن بیان پایین، همه این 10 به توان 2 بنا به دریفت میرن این ور، همه این 10 به توان 7 ها که خیلی بیشترن باز دوباره بنا به دریفت میان. کل جریان در واقع هم دریفت الکترون ها دارم هم حفره ها، ولی الان حفره ها که غالبه در واقع حامل های اقلیت سمت N تعدادشون خیلی بیشتر، اینا 10 به توان 17 تا، اینا 10 به توان 2 تا، پس میشه دریفت اولا و دریفت حفره است، اتفاقی که میفته توی بایاس معکوس این حامل های اقلیت اینجا که بیشترن دارن میرن. تو حالت کلی تو بایاس معکوس حامل های اقلیت هم که دارن حرکت میکنن، ولی اینجا چون حامل های اقلیت این پی پلاس ان بوده، تعدادشون خیلی کمتره، در واقع میشه دریفت حفره ها. حالا اینجوری بگم دریفت حفره. خب یه سوال دیگه بود که یه نیمه هادی داریم که دماشو از 20 درجه میبریم به 40 درجه، خود نیمه هادی هم ناخالصی نوع N داره با دوپینگ 10 به توان 15، باز این عدد به اندازه کافی زیاده، یه جوریه که تعداد الکترون حفره در دمای اتاق مثلا یک 10 به توان 15 است، اون یکی میشه 10 به توان 5، یعنی عدد خیلی نزدیک هم نیست. اگر شما دما رو زیاد کنین هنوز تعداد الکترون ها با تعداد این اتم های ناخالصی برابره، 10 به توان 15 است، پس این عوض نمیشه، ولی ضرب N در P میشه Ni2
و چون دما زیاد شده ان آی شدیداً زیاد میشه، تعداد حفره ها هم پس زیاد میشن، چون این ثابته تو این ضربه، تعداد حفره ها زیاد میشن پس تعداد الکترون ها عوض نمیشه. تعداد حفره ها تعداد چی؟ ویدیو سه تا زیاد نیست؟ نه زیاد نیست. ویدیو ها بعضی هاش مثلا 20 دقیقه ایه، بعضی هاش مثلا 40 دقیقه هست. نه چی رو یه بار دیگه بگم؟ همین اینا گفتم دیگه، تعداد الکترون ها رو اینجا در این هول و هوش دمای اتاق، اگه این دما بشه مثلا 300 درجه داستان فرق میکنه، ولی تو این هول و هوش تعداد الکترون ها گفتم با تعداد اتم های ناخالصی که اضافه میکنیم برابره، و این تعداد از 10 به توان 10 خیلی بزرگتره، خیلی بزرگتر از ان آی. تو همین رنج فقط به تعداد این رب داره، پس تعداد الکترون ها عوض نمیشه، ولی ضرب الکترون حفره ها میشه ان آی، و ان آی هم دیدیم ان آی به توان 2، و دیدیم ان آی هم تابع دمای اتاقه، و با افزایش دمای اتاق این شدیداً زیاد میشه. وقتی این زیاد میشه ضرب اینا زیاد شده، ان که ثابت بوده پس پی زیاد شده. طبیعت ان آی رو با دما میگویید؟ رابطش هم دادم، اینکه چرا زیاد میشم حالا بدیهیه، چون هر چقدر دما زیاد کنین تعداد پیوندهای بیشتری میتونن بشکنن، یا مثلا نرخ زاد و ولد الکترون حفره زیاد میشه. با همون مثال مثلا ظرف و اینا که زدم، شما یه ظرفی داشته باشین هرچی بیشتر تکونیش بدین اون گلوله های بیشتری میتونن از اون حفره ها بیان بیرون. بفهم مثلا بعد ببخشید خواهش، سوال اولی که حل کردید قبوله که دریفت حفره بیشتره، اما احیانا مثلا من با خودم گفتم دریفت ها کلن غالباً بر دیفیوژن ها، اما دیفیوژن ها هستن اما خیلی سعی صفر میشن، و کلن گفتم دریفته که خیلی مثلا دریفت حفره الکترونه که اون جریان رو برامون میسازه. این استدلال رو نمیشه یه طوری قبول کرده؟ میدونم نه دیگه، اگه پی ان میگفتم حرف شما درست بود، ولی این اطلاعاتی که دادم پی پلاس ان خاص منظورم این بوده. میفهمی؟ خب اصلا تاکید کردم دیود پی پلاس ان، دیود پی ان نگفتم. بله دیو پس چرس کام چرس بله چون... الان نسبتشون هم دقیقا به همین نسبته، یعنی ده مثلا یک حول حول حوشی اگه بخوام بگیم نسبت ده به توان 7 به ده به توان 2 مثلا. بله مثلا بله اینطوری هم ببینیم مثلا هیچی پس بله. استاد ببخشید یه سوال، الان ما تعداد زاد و ولدمون بیشتر میشه، ولی خب همون قدی که الکترون از یه لایه میره لایه بالاتر دوباره به همون میزان بر میگرده، یعنی چون میدان خالصی ما نداریم که بخواد الکترون ها رو جابجا کنه، پس میشه گفت تعداد حفره ها و الکترون ها ثابته دیگه؟ نه دارم میگم ضرب الکترون حفره ها فقط به یه چیزی ربط داره که تابع دمای اتاقه. خب اینو قبول داری؟ درسته بعد. خیلی بعد تعداد الکترون هم عوض نشده، این هم شدیداً زیاد شده. درسته بعد. متوجه شد. دیگه سوالی نیست؟ خیلی. بعد این بود که یه دیوده که تو ولتاژ ثابت در واقع بایاس شده و گفته اگر دما رو 20 درجه زیاد کنیم جریانه چقدر زیاد میشه. دوباره یه رابطه داده بودم با همون که تابعیتشون آی اس از دما رو دارید، میتونید مثلا باهاش حساب کنید که اگر مثلا جریان رو تو دمای تتا 1 به جریان در دمای تتا 2 تقسیم کنید در ولتاژ ثابت، 2 به توان تتا 1 منهای تتا 2 دهم این زیاد میشه، یعنی هر 10 درجه افزایش دما تو جریان تو ولتاژ ثابت اینجوریه، مثلا اگه ولتاژ داریم توی ولتاژ ثابت هر 10 درجه که دما رو افزایش میدین جریانتون دو برابر میشه، الان چون 20 درجه است 2 تا ضرب در 2 داریم ضرب در 4 میشه. آره اثبات میکنم در واقع میدونیم که آی اس با ان آی به توان 2 نسبت داره، ان آی به توان 2 هم میدونیم متناسب با ای به توان منفی ای جی روی
کیتیه، اون دو بود فکر کنم تقسیم به دو میشه، از روی این میشه ثابت کرد. تنها چیزی که لازم دارید اینه که بدونه IS تابعیتش از در واقع دما چه شکلیه. اون تی به توان فلان اینجاش خیلی تاثیر نداره، اینو خودتون میتونید ثابت کنید. این چیز ساده ایه. خیلی خوب، بعدی که اصلا همون عدد و با همون عدد و رقم دقیقا تو جزوه هم گفته بودم، شما اگه یه آی داشته باشید و آیتون بخواد 10 برابر بشه، هر آیی، اصلا عدد آی مهم نیست، از آی بخواید برسیم به 10 آی، هر دو این روابط چون که در واقع با فرض این که در واقع دیود بنز کافی روشنه، آیو میتونید بنویسید آی اس ای به توان وی روی وی ترمال، اونجا هم 10 آیو میتونید بنویسید آی اس ای به توان وی روی وی ترمال ای به توان دلتا وی روی وی ترمال. و حالا چون نسبت ها در واقع ثابتن، اگه اینو به اون تقسیم کنم 10 مساوی میشه با ای به توان دلتا وی روی وی ترمال، از اینجا دلتا وی میشه وی ترمال ال ان 10. وی ترمال رو بگیرید همون 25.8 ال ان 10 فکر کنم 2.3، اینو تو هم ضرب کنید میشه 60 میلی ولت. حالا اینو گفته بودم، اینو قرار نبود حساب کنید، بعد یادم نیست توش پی دی افیه ولی هست. بعد دو تا دیود حالا با آی اس مشابه که اینجور بک تو بک بسته شده و بعد به یک ولتاژ وی ترمال بسته شده، اگر جریان ولتاژ دیود رو بنویسید، در واقع کی وی الی که اینجا میتونم بنویسم اینجوری میشه که وی ترمال مساوی میشه با ولتاژ این دیودی که حالا تو همین جهته در واقع جریان فوروارده وی ترمال در ال ان این، الان چون جریانش خیلی کوچیکه اون آی رو آی اس خیلی بزرگتر از یک نیست، یعنی باید حتما بنویسم آی به آی اس به اضافه یک، بعد منهای این خلاف جهت قرار دادی این دیود است میشه منفی وی ترمال، جریانی که از این میگذرم منفی آی، پس میشه منفی آی رو آی اس به اضافه یک. خب یه ترمال های دو طرف رو بزنیم، یک مساوی میشه با ln حالا i رو i s، مثلا بگیرم x میشه x به اضافه یک روی منفی x به اضافه یک، از اینجا x به اضافه یک روی منفی x به اضافه یک میشه e، ضرب و تقسیم کنید xتون میشه e منهای یک روی e به اضافه یک، در واقع این بود i رو i s و اون میشه آی اس برابر ای منهای یک رو ای بذاره. خب اینه فقط جایگذاری تو این رابطه بود. یه سوال دیگه اینجوریه که حالا اینو دیده بودید که مثلا این مدار پیک دیتکتوره، فقط یه خازن هم اندازه این به این دور این اضافه کرده بودن، برای این کار نباید ولتاژ دو سر هر دیود وی تی باشد، مسئله قبلی نه دیگه الان مال این اینه برابر نیستن دیگه، چون جهتاشون یکی نیست، اگه هر کدوم وی تی می بودن که میشد صفر، اختلافشون وی تی. اگه ولتاژ این وی تی می بود، ولتاژ اینم وی تی می بود، خب میشد صفر، وی تی نیست دیگه. دو تا خازن هم اندازه داریم و یه ولتاژ اینجا میدم که شکل ولتاژ ورودیم این شکلیه، یعنی از صفر میپره تو لحظه 1 2 3 4 اینجوری جهش داره، میره تا 10 میاد صفر، میره 10 میاد صفر. خیلی این که میپره 10، لحظه اول این خازن هم میپره 10، یعنی ولتاژ خازن دیود ایدئال گرفتم، این خازن خروجی رو شارژ میکنه، این میپره به 10. بعد که این خاموش میشه، حالا مدار اینجوری میشه، یه خازن میشه
و یه خازن دیگه که رفته به زمین. این ولتاژ اولیه‌اش 10 بود، یه جریان ضربه ازش می‌گذره، چون خازن‌ها مساویان ولتاژ مساوی تقسیم میشه تو دو خازن میشه 5. پس این میپره به 5. بعد مجدد تو 3 این میره به 10، وقتی این میره به 10 دیودم روشن میشه، دوباره ولتاژ اینو میره میبره میرسونه به 10. همینجوری هی تکرار میشه، میاد 5 میره 10. چیز خاصی نبود البته. در واقع این تقسیم ولتاژ که بین دو تا خازن ها میشه به نظر. مسئله بعدی یه رگولاتور ولتاژه که گفته در واقع اینجا 180 یه زنر یک دیود بود اینجا کنم و اینجا هم یه RL بود، RL هم 8. گفته مقاومت دینامیکیه زنر رو اینو داده، به جای دیود میتونم بردارم پاکش کنم مقاومت دینامیکیش بذارم که 20 اوهمه، من فقط سیگنال کوچیکو دارم نگاه میکنم دلتا وی این دلتا وی ها، و تو سیگنال کوچیکم به جای زنر میتونم مقاومت دینامیکیش رو بذارم 25 اوم. مسئله در واقع این بوده که دلتا وی اوت رو به دلتا وی این حساب کنین. این گفتم باز تو تقسیم مقاومت یا به جای این دوتا میتونید یه مقاومت بذارید چه 100 اوم، این 100 اومتون میاد موازی میشه با 25، در واقع کل مدارتون تا این نقطه، نقطه A این شکلی میشه، میشه 180 و موازی 25 و 100 که میشه 20 اوم نقطه A. ولتاژ A که به دست اومد از تقسیم اینا، بعد میتونید حالا فرض کنید که VA داره به یه همچین چیزی اعمال میشه، ولتاژ A داره به یک 20 و یک 80 اعمال میشه که دلتا V out به دست میاد. به این ترتیب نسبت دلتا V out به دلتا V اینتون اولا میشه یک نسبت 20 تقسیم به 180 به اضافه 20 ضرب در این نسبت 80 و 20، 80 تقسیم به 80 به اضافه 20. حالا عدداش هم جوری بود که اینا روند باشن، این میشه 100، این میشه 200 و میشه در واقع 16 دویستم یا 800 لازم عدد 800 جمع. این هم سوالی نیست؟ آه یه دست بالا بفهم. سلام استاد، صدای من آره. استاد توی سوال قبلی که توی این سوال در لحظه ای که وی این دوباره میشه مثبت 10 خازن سمت چپ دشارج میشه کلن؟ آره این روشن شده ولتاژش صفر میشه دیگه، این کار نداره، این چون منبع ولتاژ ایداله یه مسیر خیلی خوب داره که جریانش هر جوری دلش بخواد بره. این دیود چون روشن میشه مشخصه روشن شدن دیود ایدال اینجوری، این ولتاژ دیود میشه صفر، چون ولتاژ دیود میشه صفر این هم باید بشه صفر دیود. درست، خیلی ممنون. و مسئله آخر، مسئله آخر الان من با یه عدد حل میکنم. مثلا این گفته 2 ولت به اضافه 80 میلی ولت سینوس اومگا تی، این یک مقاومت مثلا 2K، بعد اینجا یه دیود و یک منبع ولتاژ مثلا نیم ولت و خروجی شده یک ولتاژ دی سی داره به اضافه یه وی او هات سینوس اومگا تی. خب مثلا اول دی سی شو حل میکنیم، مسئله دی سی بخواین حل کنیم، در واقع به جای دیود من یک منبع ولتاژ 0.7 میذارم، صورت مسئله گفته وی بی آن 0.7 و ولتاژ دی سی اینجا میشه 1.2، در واقع این وی اوم 1.2، اونجا هم که 2 ولته. جریان دی سی که از اینجا میگذره که در واقع جریان دی سی که از دیود میگذره به دست میاد، آیدی رو لازم دارم برای که بتونم آر دینامیکیه در واقع دیود رو به دست بیارم، آیدیش میشه در واقع 2 منهای 1.2 تقسیم به 2K که میشه 0.4 میلی آمپر. اینو بذارید آر دینامیکی دیودتون میشه ولتاژ ترمال تقسیم به جریان دیودتون که 25 تقسیم به 14 میشه 62.5 اوم. حالا برای سیگنال کوچیک در واقع مثل یک 80 میلی ولت اینجا دارید، مثلا سینوس، حالا صبر سینوس دامنش دیگه نمیزم، یه 2K اینجا دارید و یک مقاومت 62.5
اهم هم اینجا دارید که ویوهت از نسبت این به دست میاد. پس ویوهتتون میشه 80 میلی ولت ضرب در 26.5 تقسیم به 2026.5. دو کی با این جمع کنید میشه این، و چند؟ 62.5 باشه. 62.5 تقسیم به 2062.5 که اینو تقسیم کنید میشه یه چیزی بلوش 2.42 مثلا. یو هایت حالا من جواب رو چک میکنم. نه این شاید من جا به جایی چیزی وارد کردم، چون 4-5 تا بود باید چک کنم. اگه من یه بار دیگه جواب رو چک میکنم دوباره سعی میکنم. من این جواب رو چک میکنم، چون میگم 4-5 نمونه بوده، امکان داره یکی رو به جای یکی دیگه وارد کرده باشم، احتمال اشتباه زیاده. باید چک میکنم. تو مخرج از 62 مقابل 2000 صرف نظر کنیم، خیلی فرقی نمیکنه. خب این که ماشین حساب دارید دیگه، ولی آره اگه جایی یه همچین چیزی بود میشه، خیلی فرقی نمیکنه. من بذارید ببینم چقدر فهم کنی. 62.5 من این رقم اعشارش به اضافه منهای انقدر رو جواب درست میگرفته، یعنی اگه تو این رنج باشه درست میگیره، بیرون این رنج باشه نه. 62.5 تقسیم به ذره نه 2000 میشه این ضرب در 80. جواب شما 2.5 بوده، 2.5 تو این رنج نیست. نه اگه اونجوری بگی میگم، چون هی عددا رو چند جور عدد داده بودم، بلکه باز عددا هم چیز نباشن، خیلی هم نمیتونستم اینو زیاد بدم، ولی یعنی یه محدود خطای قابل قبول داره. عددی که من داده بودم این بود، اگه تو این رنج باشه قبول. خیلی دیگه سوالی هست؟ بفهم. میکروفون همه رو باز کردم، حالا به ترتیب بگیم. سلام. استاد سوال قبل میشه بیاری لطفا؟ اینا یا قبلی؟ بله همین. این به جای دیود زنر 25 شد که مقاومت تو 20 گذاشتید وقتی میخواستید حساب کنید؟ صورت مسئله اینا رو داده، گفته مقاومت دیود زنر تو نایه شکست معکوسشه، یعنی اینجوریه. خب یعنی داره یه جریان اینجوری میذاره تو این نایه است، و گفته مقاومت این در واقع تو این نایهش 25 اومه، یعنی شیب خط 1:25 اومه. بله خب وقتی داشتید حساب میکردید 20 گذاشتید مقاومت تو 20 نذاشتم، این 20 با این شد 100، 100 رو با 25 موازی کردم، این در واقع 100 موازی 25 شد 20. آها من ببخش اصلا صدرم میاد. بله اصلا توی الکده اصلاید 26 بذار بیارم ببینم. حالا میخوایی یکی دیگه سوال بپرسه تا من اینو بیارم؟ بذار بیارم. جمع باید داشته باشم. اینجوری راحت داره. بپرسم سوالی همیم. حالا بگو تا من اینو میارم. تا بعد برسیم بشیم.
اون الان نمیدونم چقدر کنده. توی ترانزیستور یه جا داشتیم پی مثبت ان پی منفی. توی ترانزیستور داشتیم چی؟ نشیدم. میاد صدا؟ آیا کی الان؟ پی مثبت ان پی منفی. خب. اونجا گفتیم باید ان باید بخش ان و ضخامتش رو کم کنیم. بعد از یه طرف هم این بود که کل ضخامت چیز میافتاد تو اون بخش. کل ضخامت ناحیه خونسا. ناحیه خونسا منظورت؟ می‌خواستم ببینم این محدودیت ناحیه تخلیه. ناحیه خونسا پی مثبت و ان. اون چون فوروارد بایاس ناحیه تخلیهش کوچیکه. پی ان جانش رو وقتی فوروارد بایاس می‌کنی ناحیه تخلیهش کوچیکه. هیچ وقت به مشکل نمی‌خوره. نه بیشتر الان ارز بیس داره کم میشه به دلیل ناحیه تخلیه اون از کلکتور بیسه که داره کم میکنه. خب الان بذار بکشن، یعنی اون چیزی هم که میبینیم که در واقع به عنوان اثر ارلی بهش میگیم این فوروارد بایاس ناحیه تخلیهش کمه. خب حالا درست بیشترش تو بیسه ولی کمه، ولی اینجا این ریورس بایاسه و از ناحیه تخلیه بزرگه و این در واقع آره بعدش می‌خواستم این بخش این داره باید. بیشتر از عرض بیس کم میکنه تا اون این چون فوروارد بایاسه کوچیکه و تأثیری هم نمیذاره. الان سوالت این بود دیگه. خب بعد اگه به یه حدی برسیم خب نه دیگه این فوروارد بایاسه مگه اینکه که... مثلا ترانزیستور رو تو ناحیه مثلا نه. یه ناحیه جمع دو طرف رو دارم میگم، کلن به طور کلی میگم نمیشه به این به یه جایی برسیم که ناحیه خونسا مثلا کل ناحیه رو بگیره. شما ولتاژ کلکتور تا زیاد و زیاد کنی به اون میگم پانچ ترو، یعنی عملا بیس از بین میره و مثلا یکی از دلایل شکست جریان کلکتور رو بر اساس ولتاژ کلکتور امیتر که بکشی مثلا اینجوریه. خب یه دفعه زیاد میشه این دلیلش اینه که انقدر ولتاژ کلکتور زیاد شده که عرض ناحیه تخلیه انقدر زیاد شده که کل بیس رو گرفته، انگار مستقیم امیتر وصل شده به کلکتور و دیگه چیزی نداره، جریان مستقیم میاد دیگه عملا. بعد حالا تو اون یکی حالتی که کلکتور کلش بشه ناحیه تخلیه چی؟ نداریم اون حالت هیچ وقت؟ کل کلکتور بشه ناحیه تخلیه؟ نه کلکتور آخه اینجوری نیست، مثلا اینا که اینجوری میسازن یه امیتره، مثلا امیتره بعد یه بیس خیلی باری که و بعد کل این تیکه دیگه مثلا کلکتوره. خب کلکتور عملا یه چیز خیلی بزرگه، فاصله اش تو مثلا کانتکتش خیلی زیاده. نه اون نه، ولی این پیش میاد که بریم میگن در واقع پانچ شروع، این پیش میاد که کل عرض بیس در واقع بشه ناحیه تخلیه. حالا آقای من اسلاید 10 رو آوردم، الک 10 صفحه چند بود ساعت؟ آقای کی بود پرسید؟ رفت قد شد؟ استاد بخش من درباره همین سوال دارم، درباره صفحه قبل اگه میشه. بله شما اینجا 62 رو چجوری به دست آوردین؟ مگه 14 هم تقسیم برای 25 میلی نمیشه؟ 25 میلی تقسیم به 14 باید دیمانسیون اوهم داشته باشه دیگه، ولت روی جریانه نه جریان رو بود. اگه مقاومت بخواید آن درسته. بله 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 متوجه شدم. بله سلام آوردم میاد استاد توی اسلاید 25-26 خب برای ماسفت داری میگی؟ خب بلوست. من ماسفت رو نگفتم ها. من فقط جیفت گفتم، گفتم ماسفت رو میرسیم بهش توضیح میدم. الان میتونی سوال نپرسی ولی اصلا هیچ توضیحی ندادم. خب فقط گفتم این چون فته احتمالا شبیه اون جیفته. خب حالا سوال تو بپرس، ولی این فیزیکشو باید به ماسفت که رسیدیم بگم. استاد اینجا که ما وی گیت سورس رو از وی ترمال بیشتر میکنیم، این وی ترمال نیست، این ولتاژ ترشول داریم. دو تا نماد داریم، دوتاشو با وی تی نشون دادیم، به هم ربط نداره. این ولتاژ ترشول داریم مثلا 1 ولت 2 ولت، اون وی ترمال اونجا 25 میلی ولت کی تی کیو اومه، این ربطی به هم نداره. خب من استاد این وی ترشول در واقع چی هست؟ یه ولتاژ همینجوری، مثلا من اون تو صفحه اگه قبل نگاه کنی صفحه 25 نگاه کنی، یه ولتاژیه که اینقدر اون سد کم شده که حالا یه دفعه میتونن مثلا رد شن.
به کلی چیز ربط داره، ولی یه جاییه، یعنی یه ولتاژ آستانه است که مثلا از اونجا به بعد این الکترون‌هایی که تو سورس و درین کشیدن میتونن وارد کان صده اینقدر کمه که حالا میتونن از روش رد. معنی اینه تو صفحه 25 یه نقاشی کشیدن همونتشون میشه. خب این همون ویه جی موسا ویه ویه تی دیم از روش همون روش یورسه درست. بعد یه سوال هم داشتم، وقتی که ویه گیت سورسمون از یه ترشورد بیشتر میشه اون کانالش رو بسته شدن میکنه، یه کانال اونجا درست میشه، یعنی کانال مثل که... این فرض کن مثل خازنه، بذار اینجا بکشم دیده میشه، فرض کن این مثل یه صفحه، این جیت هم مثل صفحه یک خازنه، اینجا یه اکسید وسطه و بعد اینم این چیزی که این پایینه میتونم صفحه اون یکی خازن تصور کنم. شما اگه روی صفحه این خازنه کلی بار مثبت بذاری، یعنی به ولتاژ مثبت وصل کنی، به ولتاژ مثبت بنز کافی بزرگ که حالا اسمش مثلا وی تی، از یه حدی بزرگتر مثلا 3 ولت بزرگتر وصل کنی، این به اندازه کافی بار منفی اینجا جمع میکنه. خب توی این نیمه هادی نوع پیم کلی در واقع بار مثبت دارم، اندکی هم بار منفی ولی دارم، مثلا 10 به توان مثلا فرض کن 13 تا حفره دارم در واحد حجم، 10 به توان 7 تا هم مثلا الکترون در واحد حجم دارم، همین الکترون هایی که کمن ها، ولی انقدر میدان اینجا بزرگ شده که سعی میکنه این بارهای منفی رو اینجا جمع کنه. قبول داری؟ اگر یه همچین چیزی تصور کن، یعنی یک صفحه خازن تصور کن که آخرش یه سطح گوسی اینجا بگیرم، باید تعداد بارهای مثبت روم صفحه مثبتش با تعداد بارهای منفی این ور برابر بشن. قبول؟ خب حالا این ورم یه ناحیه مثلا M پلاس داریم، کلی الکترون داره، این ورم یه ناحیه M پلاس داریم. حالا در واقع الان یک ناحیه M پلاس دارم اینجا، هم چون الکترون ها زیادن میتونم فرض کنم مثلا N، خب با اینکه کل این قطعه P، ولی من همه الکترون هاشو مجبور کردم جمع بشن اینجا، مثلا 10 به توانه مثلا چه میدونم 15 تا الان الکترون در واحد حجم اینجا دارم، این کل این قطعه انگار شده اینجا یک هاشور میزنم، انگار شده خودش یک نیمه هادی نوع N. حالا شما اگه یک N رو به یک نیمه هادی نوع N وصل کنی، به یک نیمه هادی نوع N وصل کنی، اینا چون هم نامن اصلا دیودی هم اینجا تشکیل نمیدن، پس جریان میتونه هم اینوری تو اینجا حرکت کنه، به این میگم کانال. یک کاناله که انگار این ناحیه M پلاس رو میاد به ناحیه M پلاس وصل میکنه. اگر این کانال تشکیل نمیشد، انگار یه دیود مثلا اینجوری داشتم، یه دیود اینجوری هم داشتم، حالا دوتا دیود بک تو بک داشتم و جریان نمیتونست بره، دوتا دیود اینوری داشتم و هیچ جوری جریان نه از این ور میتونست به این ور بره به دلیل این دیود، نه از این ور میتونست بره به دلیل این دیود. بعد استاد اون کانال که در واقع باریک میشه به چه دلیل وقتی خب. که با... دلیل از اون ور بسته میشه اینه که کانال از جایی درست میشد که وی جی از وی تی بزرگتر باشه. خب هر چقدر بزرگتر باشه این کانال هم ارزش بیشتر میشه، مثلا فرض کن وی تی 3 ولته، خب وی جی مثلا 5 ولته، این به اندازه 2 ولت اینجا ارز این کاناله. خب حالا من اگر این 0 باشه اینم 0 باشه، شما اگه ولتاژ اینجا رو بیاری بکنی 1 ولت، الان اختلاف ولتاژ این سر، اختلاف ولتاژ این ور بین 5 و 1 یعنی 4 ولته، یعنی کانال هم اینجوری میشه، کانال هم این ورش به اندازه 2 ولته، این ورش به اندازه 1 ولت. خب چون الان اختلاف ولتاژ اینجا مهمه دیگه، این سر این یه خازنه که این سرش 1 ولتاژ داره، اون سرش یه ولتاژ دیگه داره، حالا اگه ولتاژ اینجا رو از 1 ولت بکنم 2 ولت، در واقع اختلاف ولتاژ بین این نقطه و این نقطه 3 ولته، 3 ولت اونجایی بود که کانال بسته میشد، مرز آستانه بود این 3 ولت، اینجوری میشه. و هر چقدر دیگه اینو بیشتر کنم، مثلا این بکنم 3 ولت بکنم 4 ولت بکنم 5 ولت، این بعد دیگه کانال بسته شد و حالا مثلا یه همچین چیزی میشه. این داستان شبیه همون داستانی میشه که توی جیفت هم گفتم، یعنی از این به بعد دیگه جریان ثابته، بخاطر یه تیکه دارم انگار که مقاومت خیلی بزرگی داره، مقاومت سیگنال کوچیک خیلی بزرگی داره. حالا رسیدم به اون ناحیه‌ای که مثلا اینجوریه، این ناحیه‌ای که اینجوریه، یعنی شما هر چقدر ولتاژ این ور زیاد می‌کنی، حالا پایه مثلا بگم
درین رو زیاد میکنی دیگه جریان ثابت. اینو توضیح میدم بعدن، این اصلا فیزیک خود این یکی دو جلسه طول میکشه، ولی اینو فقط از شباهتش با اون جیفت گفتم. حالا جیفت به نظرم ساده تر. درست. یکی نوشته یکی از سوالا جامون. چه سوالی جامون؟ 8 سوال بود دیگه. من اول گفتم 1 2 3 4 5 6 7 8 سوال حل کردم. سوالا رو میتونید حل کنید. سوالا رو با اصلا به این دو تا ویدیویی که الان گذاشتم هیچ ربطی به حل هوم ورکتون نداره. برای هومورک های بعدیه، یعنی من ترتیب رو رعایت نکردم. خیلی نصفش رو میتونید حل کنید با اطلاعات دو هفته قبل، اون سه تا سوال دیگه با اطلاعات دیگه میخواین که اونو هنوز نذاشتم. آره میذارم. بفهم استاد، ببخشید من برای همین تمرین الان تمرین سری 5 محسوب میشه. ما با گفتی تا ویدیو 11 رو ببینیم نمیتونیم تمومش کنیم، درسته؟ گفتم این ویدیو هیچ ربطی نداره. همین 12 و 13 هیچ ربطی به این هومورکتون نداره. به هومورک 6 و 7 ربط داره. یعنی من ترتیب درس رو دارم یکم اونجوری که خودم میخوام درس میدم. واسه ما الان بخوایم تمرین کنیم، یعنی مثلا منتظر باشید نه اولش رو میتونید حل کنید، بعد یه ویدیو 14 بذارم. آره ویدیو 14 مثلا کوتاه، مثلا 30 دقیقه است، اونو باید بذارم. آره بعد 14 مستقل از 12 و 13، یعنی ما بعد 14 ببینیم باش تمرین حل نه میکنیم. به همین ترتیب مشکل بهتر، یعنی مشکل اگه می‌خواستم اونجوری درس استاد راستیاتش توی خب استاد تو طول هفته الان شاید آخر هفته یه آدمی کویز یه آدمی تمرین این وسط هست، یه مقدار سه تا ویدیو یه ساعت خورده زیاده، نمیدونم حقیقتا استاد یکیشون که 40 یکیشون یه ساعت 10 دقیقه است و و اصلا سنگینه، یعنی ما هر کدوم اینا هم شاید بعضا توی 5 6 ساعت نمیبینیم اسلاپ میکنیم. اول برو 14 رو ببین اگه خیلی اصرار. نه نه اصلا من که من بهتر نمیبینیم، ما تا یه بار بیشتر هر ویدیو میبینم میدونم ضرب در دو، یعنی 40 دقیقه میشه 20. استاد خب شما خودتون گفتید، من برای یوتیوب هم که میبینم ضرب در دو میبینم. خب باشه مهم نیست، ولی حالا این تمرین رو قرار شد بذارم یه با تاخیر میذارم، حالا تاخیرش رو نمیدونم چیه، فقط میخوام پنجشنبه جمعه تو خراب نشه برسید به کویز شنبه بعد. واسه خراب هست به اندازه کافی خراب هست تو اینم بذاره. حالا هر جوری واسه صلاح میبینید، فقط این ویدیوهایی که قرار بوده فیزیک در واقع ترانسفر باشه خیلی چیز درس هم نیست، ولی یعنی حالا نوشتید 7 بار دیدم، خیلی خیلی هم میتونه درست باشه جملتون هم نه، خیلی من چیز ندارم. من اصلا یه مدت سواد ما برای ویدیو 9 و 10 کم بود، مجبور شدیم چندین بار ببینیم تا هی جا میافتادیم. نه من یعنی اول ویدیو هم توضیح دادم که میتونستم مثلا اینجوری درس ندم، ولی ترجیم یعنی من خودم تصمیم گرفتم اینجوری درس بدم، ولی آره میشد اینجوری درس ندم. یعنی میتونستم مدل کتاب درس بدم، ولی حس کردم که مثلا یه حس مثلا دقیقا بدونید الکترون و حفره یعنی چی اینا یکم بهتره. بله بله یه بیه حالت اصول ادباتوری داشت. بله هم خیلی هم عالی، مرسی، تشکر. خیلی خب دیگه سوالی نیست؟ سوال نیست. من حداقل ویدیو رو قطع میکنم بعد، یعنی ضبطم رو قطع میکنم بعد اگه تو اتاق هستم. حالا سوال رفع اشکال چیزی بود.